درود مجدد میفرستم خدمت بینندگان عزیز و ارجمند نیمه دوم گزارشگر رو چقدر دلم تنگ شده واسه گزارش یه بازی از تو استادیوم که آدم بگه نیمه دوم دیدار تیم های ایران و برزیل رو خدمتون گزارش میکنیم خدا واقعا چیکار کنه اونایی که نذاشتن ما کارمون رو بکنیم ولی خب درست میشه از رونالدو خدمتون گفتم میخوام برم سراغ رونالدو خودمون رونالدو دو ما احسان حدادی عزیز احسان میدانید که نفر دوم بازی های المپیک شده یعنی در خواب دوستان نمیدیدند که یه ایرانی در پرتاب دیسک نفر دوم المپیک بشه شاید اگر اون روز یه کمی به قول قلنوی ائمه اطفار و اینا بیشتر کمک کرده بودن طلای احسانم دور از ذهن نبود من برم کنار که شما عکس احسان رو با یا حسینی که روی سینه داره البته در بازی المپیک اینو نداشت دیگه نمیذارن تو بازی المپیک رزوزاده شاید آخرین کسی بود که تو المپیک گذاشتن رو سینش عبالفضل البته اصلا نفهمیده بودم بعد کم کم انقدر ماهی رو پیرنامون چیزای چیزهای مختلف می نویسیم من یادم حرف تو حرف میاد مسابقه آقای رزازاده ما رو که گزارش کرد چی میکرد؟ گزارش میکرد به زبون انگلیسی فکر کرده بود این یا ابوالفضلی که این نوشته اسم اسپانسر رزازاده است وقتی که وزنه رو برد بالا و رزازاده میخندید زیر وزنه واقعا به سخره گرفته بودیم این وزنه سنگین رو میگفت که رزازاده ایز هپی رزازاده خوشحاله پیپل آر هپی مردم خوشحالن و دیسپانسر sponsor is فکر کرده بود که البته گفت که نمیتونه بخونه بر صورت آقای احسان حد دادی ما رو من کوتاه به شما بگویم او در امریکا هست احسان حدادی گفته است که تا پولم و ندن در هیچ رقابتی که فکر می کرده نزدیکترین رقابتش بازی های همبستگی کشورهای اسلامی هست گفته که من شرکت نمی کنم البته قبل از اینکه بحث رو ادامه بدم به احسان بگم که زیاد نگران نباش بازی های همبستگی کشورهای اسلامی رو که ایران در واقع بنیان گذارش شد و همه خرج و مخارجش هم رو دوش ایران بوده در اکثر دوره هاش این دفعه قرار بود تو اندونزی برگزار شه اندونزی نامه داده آقا ما وضع مالیمون خوب نیست ما شرکت نمی کنیم و در ادامه نامه‌ای که نوشته گفته ما برگزار نمی کنیم از میخوام گفته در خورداد ما که قرار بوده برگزار کنیم نمیتونیم وضع مالیمون خوب نیست بعد مهر ماهو پیشنهاد داده که اون هم فکر کنم همینجوری فعلا یه پیشنهاد داده که نگن شونه خالی کرده بعد جالبی که از ایران از مسئولین ایران پرسیدن که حالا چیکار میکنین در مهرما شما شرکت میکنین اینا هم گفتن بله ولی با توجه به بالا رفتن نرخ ارز و دلار تنها در رشته هایی که شانس کسب مدال طلا وجود دارد شرکت میکنیم بر این اساس در دو میدانی پرتاب ها احسان عددی گفته نمیام نگران نباش کاراته، تکواندو، والیبال، برداری، ووشو و ژیمناستیک. ببین مسابقات سطحش چیه که ایران گفته من فقط اگه طلا شانس داشته باشم میام بعد یکی از که داره شرکت میکنه ژیمناستیکه شما قصه رو ببین که چه خبره بعد جالبه که برای بانوان یه درجه تخفیف داده گفته که بانوان ورزشکار اونهایی که شانس نشان نقره و برونز دارن به این بازی ها. اعام خواهند شد اما بحث اصلیم احسان بود احسان با گلایی شدید از به صلاح این مسئولین گفته است تمام هزینه های سفرم به امریکا را خودم دادم و تا زمانی که تمام پول هایم پرداخت نشود در هیچ کدام از رقابت های ملی شرکت نمی کنم اگر هم در آمریکا مشغول تمرین هستم تنها به خاطر باشگاه پرسپولیس است وگرنه در هیچ رقابتی به صورت انفرادی حضور پیدا نمی کنم. با نام پرسپولیس در مسابقات دایموند لیگ که قرار است یکم ماه جون یازده خورداد در امریکا پیگیری شود شرکت می کنم. آقا احسان عزیز من شما با پیرن پرسپولیس مگه دایموند لیگ مسابقات باشگاهیه که شرکت میکنی با پیرن پرسپولیس شما یه قراردادی احتمالاً این آقای رویانیان باد بسته که پیرن پرسپولیس رو چی کنی؟ بعد میگی فقط به خاطر نام پرسپولیس البته این دوستان حالا من امیدوارم اونایی که هی یعنی این یه چیزی میگی میگن استقلالی یکی پرسپولیس آقا دست از سر ما برداره توی این زمینه ها یکی از دوستان برای من مطلبی نوشته بود که چرا به برای پرسپولیس استقلال هم گزارشگری که طرفدار اینها باشه نمیگذارن دلیلی هم که آورده بود این بود که در شهرستان ها میگه گزارشگرا طرفدار تیم شهرستانی هستن و اعصاب طرفداران پرسپولیس و استقلال هر کدوم که با اون تیم شهرستانی بازی دارن و خورد میکنن خب اگه همچی چیزیه خب اون که کارش غلطه یا یه کار غلط دیگه هم بکنیم دیگه راست میگه نباید اعصابو خورد کنن گزارشگر می طرفدار تیم باشد اینجا هم در استرالیا اصلا اول بازی میگن همه میشناسن اما موقع انجام وظیفه اون وظیفهش دیگه فرقش با طرفدار اینه گزارشگر که زمانی که بازی شروع می شود دیگه اون طرفدار نیست اون گزارشگره اون پول میگیره که شغلش رو بیطرفانه درست انجام بده راهش اینه اما اگه اونا طرفدار میذارن راست میگه شما هم طرفدار بگذارید آقای احسان جان بس باشگاه پرسپولیس که آقای رویانیان گفته میخوام جهانیش کنم اینکه جهانی کردن نشد که ولی دیگه قهرمان از بهتر از احسان حدادی حد که اومده براتون مدال نقره گرفته یادتون رفت و جالبه که این دوستان همه سر جاشون موندن حدادی حد دل خوره محمد بنا دل خوره فرنگیمون دل خورن یعنی همونایی که اصل داستانن ولی آقای عباسی و نمیدونم دیگران که دارن کیف میکنن دیگه درست نیست قربان